سلام بچه ها، به ویدیو خوش اومدین. اگه دوست داشتین پست رو لایک کن و تا انتها همراه من باش. ابتدا با تحلیل بازی استقلال شروع میکنم. خب استقلال در هفته سوم لیگ برتر به مساف همتای خوزستانی خودش رفت. با توجه به فشاری که روی نکونام به خاطر تساوی با ملوان وجود داشت، آبیا تو این بازی به برد احتیاج داشتن تا تیم درگیر حاشیه نشه، اما شرایط به بدترین شکل ممکن پیش رفت. اولین موقعیت خطرناک روی دروازه استقلال در دقیقه 28 بازی ایجاد شد که حسینی سیو زیبا داشت. 10 دقیقه بعد، یعنی در دقیقه 38 بازی، آرمان رمضانی قدر پاس فوق‌العاده کاکوتا رو ندونست و این موقعیت رو از دست داد. در نهایت نیمه اول با همون نتیجه 0-0 به پایان رسید. تو نیمه دوم این بار نوبت اندونگ رسید تا با یه پاس فوق‌العاده روزبه چشمی رو با گواری تک به تک کنه، اما روزبه هم مثل آرمان قدر موقعیت رو ندونست. دقیقه 75 هم ماشاریپوف سومین موقعیت خوب استقلال رو از دست داد. اما در نهایت در دقیقه 80 بیفوما تعویض طلایی استقلال خوزستان تونست روی یه ضربه آزاد دیدنی گل اول رو برای تیم خوزستانی به ثمر برسونه. بعدش هم دیگه اتفاق خاصی نیفتاد و استقلال هم بجز یه موقعیت در دقایق پایانی کار خاصی نکرد و بیشتر شاهد پرتاب بطری از سمت هوادارا بودیم که اصلا اتفاق قشنگی نبود. اما درباره استقلال، خب میشه گفت استقلال نکونام اصلا امیدوار کننده نیست. هیچ کار ترکیبی و تاکتیکی از تیم استقلال در بازی مشاهده نمیشه و تک موقعیت ها هم روی خلاقیت و پاسای جذاب کاکوتا و اندونگ اتفاق افتاد. با این وضعیت نتایج استقلال در لیگ نخبگان فاجعه خواهد بود. پارسال استقلال حداقل خط دفاعی خوبی داشت و در فاز تدافعی خوب کار میکرد، اما اونا امسال در خط دفاعی هم خوب نیستن و تو هر بازی چند بار روی دروازهشون موقعیت ایجاد میشه. تو این 3 بازی هم 4 بار دروازهشون باز شده که نشون میده خط دفاعی استقلال امسال بسیار شکننده است. از حواشی بازی هم بخوام بگم، بجز اون اتفاقای قبل بازی که منجر به پرتاب بطری هم شد و همه میدونیم، تو استادیوم هم علی نکونام شعار حیا کن رها کن داده شد. تو فضای مجازی هم که دیگه نگم براتون، هر جا رو نگاه میکنی هشتگ اخراج نکونام رو میبینی و هوادارهای استقلال به شدت از وضع موجود ناراضی هم. جواد نکونام بعد از بازی هم اومد عذرخواهی کرد و گفت تمام مسئولیت فنی بازی با منه و اونو میپذیرم. این عذرخواهی به نظرم نشون میده که خود نکونام هم به شدت احساس خطر کرده و میدونه اگه بخواد مثل فصل قبل بهانه جویی کنه کار براش سخت‌تر هم میشه. حالا هواداره استقلال بگن که از بین اخراج و ادامه همکاری با نکونام کدوم رو انتخاب میکنن. اما در رابطه با بازی پرسپولیس و فولاد، خب قرمزا در این دو هفته فقط 2 امتیاز گرفتن که اصلا خوب نبوده و تو هفته سوم به شدت به برد نیاز دارن. از طرفی با توجه به باخت استقلال، حالا پرسپولیس با یه برد میتونه 5 امتیازی بشه و با یه امتیاز بیشتر از استقلال در شرایط بهتری قرار بگیره. طبق آخرین اخبار از تمرینات پرسپولیس، برای بازی با فولاد الکسیس گندوز در خط دروازه قرار داره. خط دفاعی رو ایوب علملود، حسین کنعانی، گولسیانی و میلاد محمدی تشکیل میدن. در میانه میدان مسعود ریگی و سینا اسدبیگی، یک خط جلوتر هم فرشاد احمدزاده و اوسون اورونوف قرار دارند و تو خط حمله هم مثل اینکه وحید امیری و علی علیپور حاضر خواهند بود. پیشبینی من اینه که با توجه به حضور یحیی و گاریدو، یه بازی تاکتیکی و جذاب رو از هر دو تا تیم خواهیم دید. بازی برای پرسپولیس سخته، اما من فکر میکنم در نهایت قرمزها بتونن این بازی رو با پیروزی پشت سر بذارن. و اما اگه تا اینجای ویدیو همراه من بودی، ممنون میشم این پست رو لایک کنی تا بریم سراغ ادامه ویدیو. اولین چیزی که میخواستم بگم اینه که من به نوبه خودم از هواداره بزرگ استقلال بابت این باخت معذرت خواهی میکنم و مطمئنن میریم تلاش میکنیم قوی تر و محکمتر میاییم برای بازی ها و مطمئنم وقتی یه تیم میبازه کلن یه مجموعه استقلال باخته امروز، ولی خب این تیم برای هواداره بزرگ استقلال باید اینجا قدرت اینو داشته باشیم که معذرت خواهیم بکنیم از هواداره بزرگ استقلال بابت این باخت. مطمئنا ما اگه امروز روز بد ما بود و مطمئنا خوش شانس بود میتونستیم بازی رو ببریم و اینکه همین وقت حضورش هم اینجا که از هواداره بزرگ استقلال معذرت خواهی کنم و اینکه داور بازی، به نظر من زیاد وارد این بحثا نمیشم، ولی
ماشاءالله خوش هستی، ماشاءالله قد بلند، ولی بعد اینو یاد بگیریم آقا تو فوتبال روز داره اینقدر بعد فوتبال آفانداج اومده، باید آفانداج بدین تو بازی و این کارا رو انجام بدین، اینقدر سرعت بازی رو نگیریم و دو سه تا زده حمله خیلی نه این داور اصلا تو همه بازی‌ها نباید این اتفاق بیفته، بعد فوتبال ایران سرعت پیدا کنه، وقتی استقلال داره فوتبال بازی میکنه، وقتی یه داوری گزینش میشه برای بازی استقلال، بعد بدونه برای استقلال داره قضاوت میکنه، واقعا بعد این سرعت فوتبال رو اینقدر نگیریم و به سرعت فوتبال اضافه کنیم. حالا متاسفانه امروز هم خب وی آر نرسیده بود برای این بازی، اصلا هم خب ایرادی نداره چی بگیم، و فقط چیزی که من متوجه شدم باید واقعا بجنگیم و تا بتونیم ذره دل هواداره بزرگ استقلال رو شاد کنیم و بابتش معذرت خواهی میکنیم. قبول داری بد بودیم یعنی علاوه فنی اون کاری که میخواستیم؟ منم واسه همین اینجا واسه این که بابت باختی که داشتیم معذرت خواهی کنیم، ولی خب ما موقعیت‌هایی داشتیم مطمئنن که به گل برسیم، وقتی تیم‌ها فشرده عقب بازی می‌کنن تک موقعیت‌ها گیر میاد و امیدوارم که از بازی بعد تک موقعیت‌ها هوادارا هم ناراحت بودن آخر بازی، علی حق دارن حق دارن هوادارا، ولی اینکه حالا علی کسی شوردن وارد این بحثا نمی‌شم و چیزی که میگم مهمه موفقیت مجموعه استقلال، فقط حضور من در اینجا معذرت‌خواهی از هوادارهای بزرگ استقلال بود بابت باختشون و بابت باختی که امروز دادیم، و چیزی که هست باید بدونیم باید بریم محکمتر قویتر بجنگیم برای هدف و ان شاءالله اتفاقات خوبی بیفته. پسنده چی شد خیلی مخلصم خیلی مخلصم خیلی مخلصم. آقای حسینی بازی چطور بود؟ خب بازی سختی بود، تیم استاپوسان تیم خوبی بود، ولی متاسفانه بازی رو واگذار کردیم و شرمنده هوادارمون شدیم. خب بالاخره باید خیلی بهتر از اینا باشیم، ما خودمون اینو قبول داریم، امیدوارم که تو هفته آینده بتونیم جبران کنیم، و من خودم به شخصه از خودم راضی نبودم به خاطر گلی که خوردم و جا داره از هوادارم عذرخواهی کنم بابت گلی که خوردیم و بازنده شدیم. در مورد حالا عملکرد استقلال فکر کنم حواشی قبل بازی چقدر تاثیر داشت، اینکه این زمین قرار توش بازی برگزار بشه با تماشاگر باشه نباشه؟ ببینید ما که خودمون نگفتیم میخوام توی فولاد آرینا بازی کنیم، بالاخره تیم استاپوزستان زمین نداشت و اونا اینجا انتخاب کرده بودن، ما هم گفتیم هر جا باشه بازی میکنیم و فکر کنم در شیطنت حالا دوستان و باشگاه فولاد بود که دیگه به خواستشون رسیدم و این حاشیه رو درست کردن دیگه. درسته. بعد در مورد داوری هم رامین رضاییان صحبت کرد، در مورد جبه ورزشگاه صحبت کن، داوری که متاسفانه اصلا مثلا آخر بازی نذاشت بازی ادامه پیدا کنه، هر صحنه‌ای میشد ما فکر کنم 50 50 رو به نفع اونا سود می‌زدن و خیلی روند بازی رو گرفت، مثلا آخر بازی نبود وی ای آر نبود وی ای آر چطور؟ اون که بالا ما نمیه بازی هست یه بازی نیست. در نهایت اگه دوست داشتی چنل رو ساب کن و این پستم لایک کن و مرسی که آمن همراه بودی.